یقیناً که وضعیت زنان افغان که در داخل افغانستان زندگی میکنند کنند رقت بار است. وضعیت همیشه با مشکلات به همراه بوده است و در بخش دسترسی به عدالت در برابر زنان همیشه تهدیدات و خشونت ها موجود بوده اما تی سه سال گذشته این وضعیت دشوارتر شده است و بیشتر موانع قانونی صدر راه دسترسی زنان به عدالت قرار گرفته و به طور غیر رسمی تلاش صورت می گیرد تا صدای زنان که در برابر همچو رفتارها مقاومت می کنند خاموش ساخته شود. روزا با نماینده ملل متحد بر افغانستان با آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان گفته است که برای پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران و افغان در افغانستان به اقدامات فوری تامین عدالت نیاز است این کار با محدودیت های طالبان در برابر زنان افغان چطور امکان پذیر است It's very difficult to see this. درک وضعیت فعلی زنان افغان بسیار دشوار است با معرفی قانون امر به معروف و نهی از منکر محدودیت های بیشتر از جانب مقامات حاکم عملی می شود شماری از این محدودیت ها از اواخر سال 2021 به این سو اضافه شده است و شرایط تازه تر نیز برای خاموش کردن صدای زنان و عملی کردن ممنوعیت تحصیل و دسترسی به جاهای آمه به آن افزوده شده است با در نظر داشت همچو وضعیت بسیار دشوار است که از زنان افغان حمایت صورت گیرد در نهایت با یکی از چیزهایی که من در سفرهای اخیرم به افغانستان به آن متوجه شدم این است که کسانی هستند که از زنان حمایت می کنند و کسانی هستند که برای زنانی که از خشونت خانوادگی فرار می کنند فضای امن را فراهم می سازند هرگاه ملل متحد خواسته باشد شاهد پیشرفت محو خشونت علیه زنان باشد در آن صورت باید این فضاها را پیدا کند تا بتواند به همکاری به سطح محلی، ملی و بین المللی ادامه دهد. ده سازمان عفع بلمرد در الامیه به مناسبت آغاز کمپان جهانی محوه خشون علیه زنان گفته که دختران زنان افغان با جدیدترین تحبیز سیستماتیک و بدرفتاری از حکومت طالبا روبرو هستند. زنان افغان احساس میکنند که جامعه جهانی آنها را ناکام ساخته است. نظر شما در این مورد است؟ با زنانی که در سفرم به افغانستان صحبت کردم، این مسئله واقعیت دارد که احساس میکنند جهان آنان را ترک نموده. آنها احساس میکنند که جامعه بین المللی صدای خود را بلند نکرده، اما زنان میگویند ما صدای خود را هر روز بلند میکنیم. ما از جامعه جهانی میخواهیم که برای رسیدگی به وضعیت زنان از بیرون فشار وارد کند، شماری از گروه های بین المللی و گروه های زنان افغان در خارج از کشور و شماری از حکومات صدای خود را در این مورد بلند کردند اما به نظرم پرسش اصلی این است که این کار در هماهنگی و همکاری صورت گرفته است یا خیر و تا چی حد به نتایج یا تغییر برای زنان انجامیده است شما را از زنان افغان دسترسی به عدالت ندارن حتی برخی از زنان که قربانی خشونت هستند اونا هم برشون رسیدگی نمیشه به نظر شما چی کسانی میتونن که از این زنان در برابر سوی رفتارها مراقبت کنند در صورتی که طالبایی زنان را جدی نمیگیرند این یک مسئله واقعی است و چیزی است که هنوز هم ادامه دارد به همین خاطر حتی قبلا در حکومت سابق نیز من تحقیقات در مورد دسترسی زنان به عدالت داشتم و در آن زمان نیز قوانین شدید وجود داشت که باعث می شد دسترسی به عدالت در سطوح مختلف محدود ساخته شود و در سطح محلی و حتی رسمی با آن رسیدگی نمی شد. با آنچه گفته آمدیم ام شرایط اکنون بدتر شده است قسمان به خاطر که از اثر قیودات طالبان تقریبا همه پناگاه های رسمی زنان مسدود شدند و محدودیت های زیاده حتی بر پناگاه های غیر رسمی و سیستم های اجتماعی برای مراقبت از زنان که قبلا وجود داشت وضع شده است این محدودیت ها یک جا با فشار های اقتصادی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است منابع محدود باقی مانده که برای زنان دادخواهی میکنند و راههایی را برای حمایت زنان در همکاری با اجتماعاتشان پیدا می کند.